میخوام بهتون بگم که بلغم چیه، چطور به وجود میاد و راهکارهای رفعش چیه. ببینید، ما وقتی که غذا رو میخوریم، غذا در کبد تبدیل به اخلاط اربعه میشه. اخلاط اربعه و یا همون اخلاط چارگانه دم، صفرا، سودا و بلغم هستن که امروز میخوایم راجبه صحبت بکنیم. ما بلغم رو برای بدنمون، برای تبدیل شدن به خون نیاز داریم، چون خلطیه که مستعد تبدیل شدن به خونه. دوم، برای رطوبت بخشی به مفاصل بهشون نیاز داریم. و سوم، برای تغذیه برخی از اعضا نظیر مغز به بلغم نیاز داریم. پس اینی که من بخوام دائما دنبال داروهای ضد بلغم باشم و برای لاغری دائما از ضد بلغم ها استفاده بکنم، بدون در نظر گرفتن مزاج پایم و یا همون مزاج جبلی و یا همون مزاجی که باش متولد شدم، که گفتیم 9 تا مزاج داریم نه 4 تا مزاج که به غلط متاسفانه در فضای مجازی منتشر شده، بعد از این که من مزاجمو متوجه شدم، حالا باید برم بررسی بکنم که با تدابیر سبک زندگی سالم چطور میتونم بلغم بدنم رو مدیریت بکنم. و این نکته خیلی مهم رو هم بدون، بلغم با رطوبت کاملا یک بحث متفاوت هست. شما اگر بلغم بدنتون رو از دست بدید، پس غذای مغزتون اینجا کم شده، پس مستعد بروز کمخونی هم بدنتون هست و بدنتون میره رو به خشکی. پس بلغم به ذات چیز بدی نیستش که تو بخوای رفعش بکنی و یا دفعش بکنی. تو بلغم رو برای بدنت بسته به مزاجت نیاز داری. مثلا یک مزاج سرد و تر، خب قاعدتا استعداد رطوبت بیشتری داره، پس من متوقع هستم که خیلی این افراد لاغری نباشن و این افراد بدنهای بسیار چاقتری دارن. البته برای شناخت بیشتر راجع به این مزاج ها میتونی مراجعه بکنی با دوره مزاج شناسی، کامل اونجا توضیحش رو دادیم. پس برای رفع بلغم، وقتی که ما گفتیم که بلغم آماده تبدیل شدن به خونه، خیلی راهکار ساده‌ای وجود داره. شما اگر که متخصص تشخیص داد که بلغمتون زیاد هست، فقط کافیه که ورزش بکنید. با یک ورزش بسیار ساده و در حد اعتدال شما میتونید بلغم رو تبدیل به خون بکنید، پس هم کمخونیتون برطرف شده و هم اینکه لاغر شدید. یک راهکار دیگه برای کسانی که چاقی در ناحیه شکم، پهلو و باسن دارن که بدنشون رو به شکل گلابی کرده و اذیتشون میکنه، یه راهکار ساده اینه. اولا که این افراد نباید از مایعات همراه غذاشون زیاد استفاده کنن، مصرف مایعاتشون رو به شدت باید کاهش بدن، ریزخوری نباید زیاد داشته باشن، مصرف غذاهای سفید رو باید کمتر بکنن، چون خود اینها باعث میشه که رطوبت ها در بدنشون دائما بیشتر و بیشتر بشه. یخاب یخو بستنی به هیچ وجه استفاده نکنن، چون وقتی که معده و روده و کلیه ها سرد میشن، نمیتونن اون رطوبت اضافی رو دفع کنن و این باعث چاقی شکم، پهلو و باسن میتونه بشه. این مسئله اول، راهکار اول. راهکار دوم اینه که افرادی که چاقی در ناحیه شکم، پهلو، باسن دارن، باید حتما غذاشون رو خیلی خوب بجوند و باید برای غذاشون خوب وقت بگذارن. و نکته بعدی این که شما میتونید از یک سری داروهایی که درجه دواییت بسیار پایینی دارن و اگر ازشون استفاده بکنند، عارضه چندانی به بدنتون نمیده. مثلا مصرف سیاه دانه بدون نظر متخصص قطعا به بدن شما آسیب جدی وارد خواهد کرد. زنجبیل همینطور، سیر همینطور. خب پس شما میتونید از چی بهره ببرید؟ میتونید از بذر کتانه انسانی یا همون کتانه قهوه‌ای استفاده بکنید، که کتان رطوبت‌های بدن رو کاهش میده. به خصوص اینکه حکما میفهمن اگر بذر کتان رو یه مقداری تفتش بدید، قوه قابزش یعنی قبضش بیشتر میشه و این باعث میشه که چاقی شکم، پهلوتون بسیار بسیار
کمتر بشه. چطور استفادهش بکنیم؟ روزانه 1 الی 2 الی 3 قاشق غذاخوری. یک راهکار دیگه ای هم که بسیار بسیار میتونه به شما کمک بکنه، استفاده از دم کرده بذر خارمریمه. برای کسانی که کبد چربی دارن که به جهت برودت زیاد برشون حادث شده و یا اینکه بلاقم در و یا همون بلغم در کبدشون باعث سده و گرفتگی در عروق کبدی شده، این روش بسیار بسیار کمک کننده است. یک قاشق مرباخوری بذر خارمریم به مدت 5 الی 10 دقیقه آرام با 1 لیوان آب جوشانده بشه، صاف بشه و به مدت 14 الی 21 روز استفاده بشه. اگر کسی سنگ کلیه هم داشته باشه، به شرط اینی که البته در سی تی اسکن و یا در سونوگرافی سنگ نزدیک حالب نباشه و در خود کلیه باشه، چون این به جهت اینه که بذر خارمریم جوشاندش مدر هم هست و سنگ رو میتونه حرکت بده، اگر در حالب باشه باعث مشکلات میشه. اما وقتی که در کلیه باشه میتونن از این همین جوشانده خارمریم بهره ببرن و سنگ رو خورد بکنه و آرام آرام دفعش بکنه. پس یک سنگ شکن هم هست. منتها یادتون باشه استفاده مستمر از اینها و بیش از حد اینها حتی میتونه برای کبد و کلیه شما مضر باشه. پس به مقطع کوتاهی میتونید ازش استفاده بکنید. حد اکثر در مزاج هایی که رطوبت زیاد دارن به مدت 14 الی 21 روز.